با درود، امروز میخوام درباره یک برنامه کامپیوتری جدید با شما صحبت کنم. اسمش هستش ChatGPT و به قول مایکروسافت ما وارد یک عصر جدیدی از کاربرد AI یا Artificial Intelligence شدیم. بعد از اختراع PC در اوایل دهه 80 میلادی و اختراع اینترنت در اوایل 90 میلادی، این کاربرد نرم افزاری که بهش بات میگن و مخفف ربات هستش برای نرم افزارهایی که خودشون تصمیم میگیرند و بر اساس دیپ لرنینگ و آرتیفیشیال نورال نتورک کار میکنند و در واقع از روی شبکه مغز انسان ساخته شدن، ما رو وارد یک عصر جدیدی از تکنولوژی کردند و رقابت جدیدی هستش بین دو شرکت قول تکنولوژی، مایکروسافت و گوگل، که این برنامه های آرتیفیشیال اینتلیجنت رو برای سرچشون به کار ببرن که زندگی ما رو خیلی بهتر و آسان‌تر بکنند. من چند روزی بیشتر نیست که با این تکنولوژی آشنا شدم و چون چیزی در اینترنت زیاد ندیدم که این برنامه رو به کار ببره و از زبون شیرین فارسی خودمون استفاده کنه، سعی کردم که از ادبیات فارسی و اصطلاحات فارسی استفاده کنم که بیشتر با کاربردهای این برنامه آشنا بشم. یکی از اولین کارهایی که کردم وقتی با این برنامه اکانت باز کردم این بود که در سلفونم به فارسی تایپ کردم و این شعر سعدی رو میخواستم که از چت جی پی تی که بقیه شعر رو به من بگه. شعر این هستش که: همه از دست غیر ناله کنند، سعدی از دست خیشتن فریاد. و البته این برنامه محدودیتایی داره، بعضی وقتا اطلاعات اشتباه به آدم میده و باید مواظب باشیم، ولی چیز خیلی جالبی که من متوجه شدم این بود که این شعر سعدی رو برای من معنی کرد به زبون فارسی و من قسمتی از معنی شعر سعدی رو که چت جی پی تی به من داده براتون عیناً میخونم. سعدی به عنوان یک شاعر خود بهترین مثال برای این مفهوم است، زیرا او همیشه تلاش کرده که به جای شکایت از زندگی در مقابل با مشکلات بهبودشان بدهد. یعنی واقعا منظورش اینه که سعدی هر روز سعی و کوشش کرده که دانش خودش رو بالا ببره و از زندگی بهتر بدونه. این خیلی باعث تشویق من شد که به این برنامه علاقمند بشم و بیشتر وقت براش بذارم و سعی من اینه که در ویدیویی که بعداً تهیه خواهم کرد تجربیات خودم رو در مورد وارد کردن اصطلاحات و اشعار فارسی و همینطور یه سری سوالات از این برنامه که در واقع یک مصاحبه شخصی من هستش با چت جی پی تی در اختیار شما بذارم و علوم زیادی رو مثل ریاضی و مهندسی و حتی روانشناسی رو هم به کار بردم و در ویدیویی که خیال دارم در اختیارتون بذارم این تجربیات رو باهاتون گفتگو خواهم کرد. خیلی متشکر از توجهتون.